خبرها. حمایت پوتین از تاجیکستان در پی تهدیدات امنیتی از مرز افغانستان. در نتیجه انفجار در یک مسجد شیعیان در بغلان 30 تن کشته و زخمی شدند. اظهارات زمیر کابولوف در رابطه به رسمیت شناختن طالبان. حمایت اسرائیل از ایجاد مناطق امن برای غیر نظامیان غزه. سلام و وقت بخیر. امروز شنبه 14 اکتبر 2023 میلادی مصادف است به 22 میزان سال 1402 هجری شمسی. با من رازی اختری به سرویس خبرهای افغانستان و جهان در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. کمیته بین المللی نجات IRC می گوید که تنها 4 روز پس از زلزله 6.3 ریشتری که هرات افغانستان را لرزاند و جان بیش از 1200 نفر را گرفت، پس لرزه های قابل توجه و طوفان بزرگ باعث یک فاجعه انسانی در غرب این کشور شده است. کمیته بین المللی نجات روز جمعه 13 اکتبر با نشر اعلامیه گفته است که 6 تیم سیهی سیار را برای ارائه خدمات به بازماندگان زلزله هرات مستقر کرده و در حال افزایش پاسخگویی در مناطق آسیب دیده است. رئیس جمهور روسیه به روز جمعه در نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع در بشکک نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت تهدیدهای زیاد از افغانستان وجود دارد و روسیه از نگرانی های تاجیکستان در رابطه با تهدیدات ناشی از افغانستان حمایت می کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها هشدار داده که تروریست ها در مرزهای افغانستان حضور فعال دارند و در تلاش نفوذ به تاجیکستان و آسیای میانه هستند. گزارش ها می رسانند که انفجار به روز گذشته در یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان تلفات سنگین به همراه داشته است. منابع در ولایت بغلان به نقل از مسئولان صحی در این ولایت می گویند که اجساد نزدیک به 30 تن پس از انفجار دیروز در این ولایت به شفخانه شهر پل خمری منتقل شده اند. این منابع که به دلیل امنیتی نخواستند از آنها نام برده شود گفتند که انفجار هنگام ادای نماز جمعه در مسجد امام زمان رخ داده است. پس از اعلام ضرب الاجل یک ماهه برای اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان و بازداشت هزاران تن آنها، حکومت پاکستان در یک اقدام تازه در شماری از مناطق این کشور به تخریب خانه های پناهجویان افغان آغاز کرده است. حکومت پاکستان این کمپاین تازه را زیر نام عملیات ضد غصب املاک از مرکز اسلام آباد و شهرهای دیگر این کشور آغاز کرده است. میرحمت روفی رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد تخریب این خانه ها را تایید کرده و می گوید که مهاجرین افغان در این کشور با وضعیت بد روبرو اند. زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان می گوید که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان زمان به یک امکان واقعی مبدل خواهد شد که بخواست جامعه جهانی برای یک ساختار سیاسی فراگیر توجه کند. کابولوف به تازگی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آنتولی ترکیه که روز پنجشنبه 12 اکتبر نشر شد گفت ساختار سیاسی فراگیر به حل مشکلات دیگر از جمله مسائل حقوق بشر، تضمین حقوق دختران و زنان و در نهایت زمینه سازی برای روند به رسمیت شناختن بین المللی طالبان کمک خواهد کرد. توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان اعلام کرده است
که ایالات متحده آمریکا 12 میلیون دلار برای آسیب دیدگان زلزله در هرات کمک میکند. او روز جمعه 21 میزان در پیام در اکس نوشته است که با این مقدار کمک آب آشامیدنی سالم، سرپناه اضطراری و مواد اولیه برای زلزله زدگان فراهم خواهد شد. وست نوشته است که برای جان باختگان زمین لرزه در هرات سوگوار است و در کنار مردم افغانستان میستد تا از این بحران نجات پیدا کنند. یک مقام ارشد آمریکا به روز جمعه 13 اکتبر گفت که اسرائیل از ایجاد مناطق امن برای غیر نظامیان در غزه حمایت می کند. این مقام آمریکایی که نامش در گزارش ذکر نشده است، پس از ملاقات میان مقامات دو کشور در تل اویو گفته است که ایالات متحده و اسرائیل در مورد نیاز به ایجاد مناطق امن برای غیر نظامیان صحبت کردند تا آنان از عملیات مشروع امنیتی اسرائیل در امان بمانند. یک جوان 20 ساله اهل چچن روز جمعه 21 میزان در مکتب در شهر آرس فرانسه یک معلم را به ضربات چاقو کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. ژرار درمنا وزیر داخلی فرانسه گفته که فرد مهاجم قبلا به دلیل فعالیت‌های افراطی تحت تعقیب پلیس بوده است. این مرد مهاجم حوالی ساعت 11 صبح روز جمعه وارد مکتب گامبیتا در شهر آرس شد و با ضربات چاقو یک معلم را کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. هیور کولومینکو وزیر داخلی اوکراین به روز پنجشنبه 12 اکتبر در شبکه تلگرام نوشته 59 تنی که در یک حمله راکتی مزنون روسیه بر یک فروشگاه مواد غذایی و قهوه خانه در منطقه خارکف در هفته گذشته کشته شده بودند شناسایی شدند. این راکت در 5 اکتبر به قریه هرزاوا اصابت کرد. اداره خدمات امنیتی اوکراین در 11 اکتبر اعلام کرد که برادران دیمیترو ولادیمیر مامون دو تن از ساکنان سابق منطقه خارکف مزنون به کمک با روسیه برای هماهنگی این حمله هستند. کانگ هو داماد چینی از شهر شیان که با انتخاب عروس از سوی خانوادهش پای سفره عقد نشسته بود، پس از دیدن چهره عروس برای اولین بار واکنش عجیبی از خود نشان داد که عواقب ناگواری را در پی داشت. او اولین بار بود عروس را می دید. از دیدن چهره او شوکه شد و پس از اینکه از او معذرت خواهی کرد با او گفت خیلی بدرنگ استی. گانگ هو پس از مراسم عروسی زمانی که در حال قدم زدن کنار رودخانه بود ناگهان خود را به قصد خودکشی به رودخانه انداخت. افرادی که در نزدیکی محل اتفاق بودند سرهن به پلیس تماس گرفتند و برای نجات تازه داماد اقدام کردند. با نشر این خبر به پایان سرویس خبری امروز جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من رازی اختری با اتفاق همکارانم از توجهتان تشکر میکنم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.